به نام خداوند بخشنده و مهربان، بهنام حیدری هستم، مدرس عربی کنکور. سلام عرض می‌کنم خدمت یکاییه که شما دانش آموزان عزیز سال 12 بچه‌های کنکوریمون. امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه، تندرست و سلامت باشید و شاداب و پر انرژی و آماده برای شروع تحلیل آزمون قلمچی تاریخ 30 آبان ماه سوالات درس عربی. بچه‌های عزیزم، ما در جلسات گذشته که آزمون‌ها رو برای شما تحلیل کردیم، شما با روال کار ما آشنا هستید. اما یه نکته‌ای رو بگم، اونم این که خوش به حال اون دانش آموزی که پکیج جامعه زیر صفر استادی ما رو تهیه کرده و الان جلسات رو دیده و الان با من تحلیل آزمون‌ها هم همراه میشه و نگاه میکنه و از نکات استفاده میکنه. مطمئنن دانش آموزی که پکیج جامعه زیر صفر تا استادی بنده رو تهیه کرده باشه، الان خودش به این نتیجه رسیده که 100% عربی کنکور به هیچ عنوان نه تنها که دور از دسترس نیست، بلکه بسیار بسیار در دسترس. بچه های عزیزی که پکیج جامعه زیر صفر تا استادی رو استفاده کردیم، توصیه میکنم حتی اگه الان این آزمون رو صد زدی، باز هم تحلیل آزمون رو با من ببین. مطمئن باش تأثیرات بسزایی داره رو روند کاری شما، رو سرعت عمل شما و چه بسا نکات جدیدی هم شما یاد بگیرید. هرچند اونجا 1500 تست تو اون پکیج من برات حل کردم، کلیه مطالب از صفر مطلق تا 100% تدریس کردم خدمته. امکان نداره پکیج جامعه زیر صفر استادی رو استفاده بکنی و یه جایی یه نکته جدیدی ببینی. من توصیه میکنم اگه کسی میتونه بره یه نکته جدید پیدا بکنه که من تو پکیج جامعه زیر صفر استادی نگفته باشم اون نکته رو، من شخصا 10 برابر هزینه اون پکیج رو به تو برمیگردونم. ببین، پکیجی با این تضمین در اختیارت گذاشتم، به خدا حیفه که صد نزد. اما بچه‌های عزیزی که پکیج جامعه ما رو ندارن، مطمئن باشید این تحلیل آزمون نکات بسیار بسیار خفنی رو به شما آموزش میده و شما از این به بعد تو زدن تست راحت تر با تستا کنار میاین و درصد خطاتون پایین تر میاد. بنابراین توصیه میکنم تا پایان این تحلیل آزمون ما رو همراهی بکنید. بچه‌های عزیزم، بخش اول هر آزمونی مثل همیشه سوالات ترجمه هست. من وقتی درس 2 سال 12 رو درس دادم، تو مقدمه کتاب درسی این جمله رو شما میدیدید که الان میتونید برید نگاه کنید. تو مقدمه کتاب درسی در شروع درس 2 سال 12 دقیقاً این جمله رو نوشته. به شما گفتم بچه‌ها این جمله آیه قرآنه، آیات قرآن ترجمه ربون ندارن، از این جهت حتماً معناشون رو حفظ کنید. پس حتما این جملاتی که تو مقدمه دروس شما میاد و آیات قرآن رو ترجمه روانی ندارن، حتما بچه باید یه توجه ویژه‌ای به اینا داشته باشید. اما کار نداریم، ما گفته بودیم شما وقتی میخواین سوال ترجمه جواب بدین، کاری که انجام میدین اینه، کار به صورت سوال ندارید، میرین سراغ گزینه ها. تو گزینه ها اختلاف پیدا میکنید بچه‌های عزیزم، تو گزینه ها اختلاف پیدا میکنید. پیدا کردن اختلاف تو متن‌های فارسی دیگه باید برات خیلی راحت باشه. نگاه کن، شاید ابتداش تو جملات اولیه اختلاف چندانی نبینیم، اما تو جملات پایانی دو تا گزینه واژه آنجا رو دارن، دو تا گزینه واژه آنجا رو ندارن. بچه ها، هناکه به معنای آنجا، خبری از هناکه تو این متن نیست، بنابراین به راحتی گزینه 1 و 2 باید برن کنار. بین 3 و 4 من باید انتخاب بکنم. یکی داره میگه توانایی رفتن به سوی آن را دارند، یکی میگه کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند. متن عربی میگه چی؟ میگه که من استطاع الی سبیلن، که 100% گزینه 4 بچه میشه جواب. چرا؟ چون گزینه 3 میگه توانایی رفتن به سوی آن را دارند، اون واژه سبیلن اصلا ترجمه نشده، اما گزینه 4 میگه بر کسانی که بتوانند به سوی آن راه یابند.
بنابراین 100% 4 جوابه. ببین، پس تو یاد گرفتی وقتی تست ترجمه میخوای بزنی کار به متن صورت سوال نداری، میری سراغ گزینه‌ها، اختلاف رو تو گزینه‌ها پیدا میکنی، بعد برمیگردی به متن صورت سوال ببینی کدوم درست میگه کدوم خطا میگه، که به راحتی رسیدیم به جواب گزینه 4. میریم سراغ سوال 22. بچه فقط من یه نکته بگم، این ترتیب سوالاتی که من دارم برای شما کار میکنم شاید با ترتیب سوالات دفترچه شما یکی نشه. خب مثلا الان سوال 22 یه وقت مثلا ممکنه رفت سوال 25، ولی همه شونو کار کردم. خب بریم سراغ سوال شماره 22. خب مثل همیشه کار به متن صورت سوال نداریم، میریم سراغ گزینه ها. بچه در گزینه ها یه اختلاف بسیار فوق‌العاده میبینم. یکی میگه 484، دومی میگه 448، دوباره سومی 484، چهارمی 448. متن عربی رو نگاه کن، متن عربی رو نگاه کن. آقا 84 یادته اینا رو میگفتیم اعداد معطوف. اعداد معطوف اینجوری بودن، اول یکان میومد بعد دهگان میومد. خب یعنی اگه من میخوام بگم 84، اگه من میخوام بگم 84، اول 4 رو میذارم بعد 80 رو میذارم. بنابراین اینو باید بخونیم 84 نه 48. پس اون 4 ماعت هم که قبلش میاد میشه 484. پس ما کاری که انجام میدیم گزینه 2 رو که باید حذف کنیم، گزینه در واقع 4 هم باید حذف کنیم. یه خط کلی بچه بکشید رو گزینه هایی که حذف میشن، که دوباره میایین اختلاف پیدا میکنید گزینه های حذفی رو بررسی نکنید. بریم دوباره بگردیم دنبال یه اختلاف دیگه بین گزینه های 1 و 3. بچه های عزیزم نگاه کنید لطفاً. نوشته شده اتاق 484 را برایتان که 4 نفر هستید آماده کردیم. اما گزینه 1 چی میگه؟ اتاق 484 را برای شما 4 نفر آماده کردیم. متن عربی چی میگه؟ جهزنا عذرخواهی میکنم. میگه آماده کردیم، نا فاعل، بله همون جهزنا میخونیم. جهزنا غرفت 84 و 84 لکم 4 اشخاص. پس اینجوری باید ترجمه بشه، آماده کرده ایم اتاق 484 را برای شما 4 نفر، نه اینکه برای شما که 4 نفر هستید. این هستید از کجا اومد؟ بنابراین با خیال راحت شما گزینه در واقع 2 هم بذار کنار، پاسخ بدون تردید گزینه 1. میریم سراغ سوال شماره 23. دقت کن لطفاً. سوال شماره 23 میگردیم دنبال اختلاف. بچهای عزیزم بین گزینه 1 و 2 چه اختلافی میبینی؟ یکی میگه ماهی ها، یکی میگه ماهی هایی. ببین بهت گفته بودم تو اختلاف پیدا کن، اختلاف اول گزینه ها باشه، وسط گزینه ها باشه یا پایان، مهم نیست، فقط مهم اینه اختلاف پیدا کنی. وقتی اختلاف دیدی مطابقت بده با متن صورت سوال، ببین کدوم درسته کدوم غلطه. الان تو اختلاف رو دیدی بین گزینه 1 و 2. حالا ماهی ها یا ماهی هایی، مت که خیلی تابلوه میگه ال اسماک. بنابراین با خیال راحت و با دل قرص گزینه 2 رو میذاری کنار. بین گزینه 1 و 3 یکی داره میگه ماهی های نورانی، نگاه کن، یکی داره میگه ماهی های نورانی، یکی داره میگه ماهی ها نورانی هستند. بچه ها ماهی های نورانی یعنی رابطه این دوتا موصوف و صفته، اما اینکه ماهی ها نورانی هستند یعنی اینا ارتباطی به هم دیگه ندارن. متن عربی رو ببین، الاسماک المزیعت. بچه های عزیزم دوتا واژه‌ای که بینشون رابطه موصوف و صفت برقراره باید از 4 منظر با هم مطابقت کنن. این 4 منظر چیان؟ یکی جنسیتشون، یعنی یا هر دوتا مذکر یا هر دوتا مؤنث. قبلا توضیح دادم
جمع غیر انسان در حکم اسم مفرد مؤنثه، یعنی تو جمله با جمع غیر انسان مثل واژگان مفرد مؤنث برخورد کن. اسما که جمع غیر انسانه میخوای صفت بذاری براش، مفرد مؤنث بذار. میخوای اسم اشاره به کار ببری، مفرد مؤنث بذار. میخوای فعل به کار ببری، مفرد مؤنث بذار، چون حکم مفرد مؤنث داره. این که میگم حکم مفرد مؤنث داره یعنی مثل واژگان مفرد مؤنث باش برخورد میکنیم. پس جنسیت دوتایی یکسانه، هر دوتا مؤنثن. الف بچه ها برای اعرابه. اعراب یعنی چی؟ یعنی حرکت پایانی. دوتا واژه‌ای که میشن موصوف و صفت، حرکت پایانیشون باید یکسان باشه. یعنی اگه موصوف او داره، صفت هم باید او داشته باشه. موصوف ا داره، صفت هم باید ا داشته باشه. حالا این دوتایی که حرکت نذاشتن مهم هم نیست. میم برای معرفه یا نکره بودنه. خب یعنی یا هر دوتا معرفه باشن یا هر دوتا نکره. دوتاشون ال دارن پس دوتاشون معرفن. تا اینجا که دارن مطابقت میکنن. عین هم برای عدده، تعدادشون باید برابر باشه. یا هر دوتا مفرد یا هر دوتا مثنی یا هر دوتا جمع. ما گفتیم جمع غیر انسان حکم مفرد مؤنث داره، یعنی الاسما که در حکم مفرده مزیات هم مفرده. خب وقتی از چهار منظر یعنی جنس، اعراب، معرفه نکره بودن و عدد که ما به اختصار اینو میگیم جامع مطابقت کنن، میگیم قطعا موصوف و صفتن. پس بچه شما شک نکنید که گزینه یک باید حذف بشه. ببین حال میکنی تحلیل آزمونو؟ اصلا تحلیل که نیست، یه تدریس کامل از همه مباحث که تو استفاده کنی و حالشو ببری آزمونهای بعدی تو خودت بتره کنی انشالله. پس این گزینه یک هم میذاریم کنار. بین گزینه سه و گزینه چهار بعد انتخاب بکنم. هر دوتاشو میگن ماهی های نورانی. بچه نگاه کنید، یکی میگه مشاهده کردم، یکی میگه دیدم. تو عربی دیدم برای فعل رعیه هست، مشاهده کردم برای فعل شاهده هست. یعنی همین الان میتونی بگی چهار جوابه چون فعل ما رعیه هست، ولی ممکنه تو اصلا این نکته رو ندونی. از یه چیز ساده تر استفاده کن. نگاه کن، ادامه بدیم. یکی داره میگه چگونه تاریکی دریا به روزی روشن تبدیل میشود. یکی میگه چگونه تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل میکنند. بچه های عزیزم، یه جا اومده تاریکی دریا رو گرفته فاعل، گفته تاریکی دریا به روزی روشن تبدیل میشه. خب یعنی خود تاریکی دریا بشه فاعل. یه جا میگه نه، تاریکی دریا را تبدیل میکنند. متن عربی چی میگه؟ تو حول ظلام ما میبینی؟ واژه‌ای که ا میگیره بعد از فعل میاد، تو شک نکن مفعوله. پس این نمیتونه فاعلی ترجمه بشه. پس نمیتونیم ترجمه کنیم تاریکی دریا به روزی روشن تبدیل میشود. این تاریکی دریا رو تبدیل میکنند. بنابراین بدون تردید گزینه چهار جواب این تسته. بریم سوال شماره 24. بچه‌های عزیزم سوال 24 رو نگاه کن لطفاً. گزینه یک، درس‌هایشان، درس‌های خود، دروسشان، یه اختلاف عالی، دروسی. آقا مگه نمیگه دروس هم؟ یه اولین اختلافی که من دیدم همین بود دیگه. پس این که بگه دروسی غلط، چهار رو گذاشتم کنار. اختلاف بعدی تو گزینه ها اینه، یکی میگه یاد میگیرند، یکی میگه میآموزند. این دوتا که هر دوتا مضارع اخباری هست. یکی میگه آموزش داده میشود. آموزش داده می شود یک فعل مجهوله، در حالی که یتعلمو فعل من، طلاب، فاعل، دروس، مفعول. فعلی که فاعل و مفعول داره دیگه مجهول نیست. پس با خیال راحت اینم بذار کنار، یعنی گزینه سه هم حذف شد. بین گزینه یک و گزینه دو یه اختلاف دیگه دارم. بچه ها یکی میگه تصور آن را نداشته است، یکی میگه تصورش را نمی کرد. آقا تصور نمی کرد ماضی استمراریه، تصور نداشته است ماضی نقلیه. متن عربی چی میگه؟ قبلا به تو آموزش دادم، هر کجا لم یکن دیدی جاش بذار ما کانه، چون معادل ما کانه هست. چرا؟ چون لم بیاد سر فعل مضارع حکم ماضی ساده منفی رو داره. یعنی حکم این داره که ما بیایم یه دونه ما بذاریم سر فعل ماضی. پس لم یکن معادلش ما کانه هست. خب کانه با یتصور چی میسازه؟ ماضی استمراری، چون کانه با مضارع است.
یه دونه ما هم قبلش اومد، ماضی استمراری منفی. بنابراین بدون تردید بچه ها گزینه یک هم حذفه، گزینه دو جواب این تسته. بریم سراغ سوال شماره 25. میگردیم دنبال اختلاف. نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید. گزینه یک میگه تحقیقات علمی، گزینه دو میگه که پژوهش های علمیشان، یعنی اولین اختلافی که من دیدم این بود. دوباره گزینه سه میگه پژوهش های علمی به صورت نکره، یعنی سه تاشون با هم اختلاف دارن. چی از این بهتر میخوای؟ آقا گزینه یک تحقیقات علمی خب، و گزینه دو پژوهش های علمیشان. شما اگه نگاه کنید ابحاث علمیه، ضمیر نداره که ما بگیم پژوهش های علمیشان، پس گزینه دو رو بذار کنار. بین یک و سه، خب این معرفه است یا نکره؟ خب تابلوه که نکره است، بنابراین با خیال راحت باید بگی تحقیقات علمی هم غلطه، باید بگی چی؟ باید بگی پژوهش های علمی به صورت نکره. حالا بین گزینه سه و چهار یکی میگه پژوهشگرانی هستند که، و یکی میگه پژوهشگرانی که. بچه‌های عزیزم لطفاً گول نخورید، من قبلاً به شما آموزش داده بودم اگه میاد برای شما مینویسه التلمیز بعد مینویسه الذی، نیای بگی دانش آموز کسی است که، اینجوری ترجمه کن دانش آموزی که، یا اگه میگه التلامیز الذی، نه نیاین بگین دانش آموزانی کسانی هستند که، بگید دانش آموزانی که. اینو میخوام بگم، یک اسم موصول مثل الذی، مثل التی، مثل الذینه، بلا فاصله بعد از الدار بیاد به صورت ای که ترجمه میشه. نیای بگی واژه الداره معرفه هست، نکره ترجمه شده، اون یه رابطه. پس التلمیز الذی میشه دانش آموزی که، المعلم الذی معلمی که، ترجمه درست اینه. پس الان اینجا هم میگیم الباحثون الذینه، بعد میگه چی؟ پژوهشگرانی که، نه اینکه پژوهشگرانی هستند. هستند از کجا اومد آخه؟ پس اینم غلطه، با خیال راحت چهار رو بگیر جواب. سوالات عین خطا عین صحیح. بچه های عزیزم تو این سوالات عین خطا عین صحیح، اول همیشه فعل رو بررسی کن، بعد موارد قبل از فعل. حالا اینکه میگم فعل رو بررسی کن، یکی زمانش مهمه، یکی معلوم مجهول بودنش مهمه. اینکه میگم زمانش مهمه، مثلا فعل مضارع است، قبلش کانه میاد تبدیل میشه به ماضی استمراری. فعل مضارع است، قبلش یه لن میاد تبدیل میشه به آینده منفی. حواست به همچین نکاتی باید باشه. گزینه یک رو نگاه کن، اول فعل شما ببینیم، فعلش نمیدانستیده. خب نمیدانستید یک فعل ماضی استمراری منفیه، متن عربی کانه با مضارع ماضی استمراری میسازه. یه دونه ما هم که قبلش اومده، ما کنتم تعلمون، خب طبیعتاً میشه استمراری منفی. آقا فعل درسته. خب موارد قبل و بعد از فعل رو چک کن. آیا نمیدانستید؟ آیا که برای اه هست، اه و هل جفتشون به معنای آیا، تا اینجا که درسته. انه به معنای که، پاهایم. آقا نگاه کن گول نخور تو رو خدا، اگه بود رجلی، اگه بود رجلی میشد پایم، اما این نوشته رجلی. یعنی چی؟ یعنی بوده واژه رجل، مثناشو ساختن شده چی؟ رجلین. یعنی چی؟ یعنی پا، پاها یا دو پا. خب بعد این واژه رجلین اضافه شده به ضمیر یه، قبلا آموزش دادم اگر یک اسم مثنا یا یک اسم جمع به یک اسم یا یک ضمیر دیگه اضافه بشه، نون از پایان میفته. مثنا و جمع مذکر سالم نشونه هاشونو میدونی، مثنا آنه عینه، جمع مذکر سالم اونه اینه. حالا اگه این اسامی مضاف واقع بشن، یعنی یه مضاف و الی داشته باشن، نون از پایانشون باید بیفته. الان واژه رجلین میخواد اضافه بشه به یه، پس نون باید بیفته. وقتی نون میفته دوتا یه در هم ادغام میشه، باعث میشه شما در نهایت واژه رو اینجوری ببینی، رجلی. خب رجلی دو تا یه در هم ادغام میشه، یه دونه یه مثنا، یه دونه یه هم یه ضمیر، میشه رجلی. و شما تو ترجمه باید حواست باشه به اون یه ای که تشدید گرفته، میخواد بگه این واژه مثنا یا جمعه، بعد اضافه شده به این ضمیره. پس تو ترجمه باید بگه چی؟ پاهایم.
که درست ترجمه کرده رجلی تعلماننی. بچه های عزیزم این یه اصطلاح بود تو درس دوی سال دوازدهم، میشد رجلی تعلمانی، میشد پایم درد میکند. اما رجلی تعلماننی میشه چی؟ پاهایم درد میکند. بنابراین 100% گزینه یک درسته. میریم سراغ گزینه دو. نگاه کنید لطفاً. گزینه دو، اول فعل جمله پناه برده بودید، یکی هم دیدید. آقا دیدید که هل رأیت ما، آیا دیدید، که کاملا درسته، یه فعل ماضیه. بعد یکی هم گفته پناه برده بودید. بچه ها لجأ درسته یک فعل ماضی ساده هست، اما این ماضی ساده قبلش یک اسم نکره است. یادت نره فعلی که بعد از یک اسم نکره به کار میره و توصیف کننده اون اسم نکره است بهش میگن جمله وصفیه. جمله وصفیه تو ترجمهش دو تا نکته خیلی مهمه. یکی این که حتما لفظ که میاد، حالا هر کجای جمله، ولی این که میاد. خب و یکی این که اگه یه فعل مثل رأیت ما قبل از جمله وصفیه بیاد، رو ترجمه جمله وصفیه تأثیر گذاره. بدین ترتیب که ماضی به علاوه ماضی، ماضی بعید ترجمه میشه. البته ماضی میتونه ماضی ساده هم ترجمه بشه، که الان ماضی بعید ترجمه شده و کاملا درسته. حالا موارد قبل از فعل. آیا غاری را، واژه غار نکره هست، خب کاملا درسته. پیامبر در مسیر هجرت خود، خب اینم که داریم. النبی در مسیر هجرت خود، فی طریق هجرته، به آن الی، آقا همه چی منتقل شد، پس اینم درسته. الان یک میره کنار، دو هم میره کنار. میریم گزینه سه. هنگامی که این صحنه ها رو میبینم که ارا هست بچا. قبلش هم هنگامی که این صحنه ها، حینما، هنگامی که این صحنه ها حاصل مشاهد، خب اینم درسته. خاطرات تلخم از مقابل من میگذرند، تمره امامی ذکریاتی المرت، که همه چی منتقل شده و کاملا درسته. گزینه چهار، نگاه کن، خطا باید تو گزینه چهار باشه. اول فعلش، یک فعل داریم خواندم، یک فعل داریم فرو فرستاد. بچه ها نگاه کنید لطفاً، خواندم که قرأتو هست. حالا فرو فرستاد فعل نزله، نگاه کن خطاش همینجاست. آقا نزله مگه معناش نمیشه نازل شد؟ اگه من اینو بگم نازل کرد، خب قطعا غلطه. فعل لازم متعدی که نیست. پس این که بگه فرو فرستاد، خب چه چیز را فرو فرستاد؟ فعل میشه فعل متعدی، قطعا غلطه. با ترجمهش بشه نازل شد. خب پس این که بگه فرو فرستاد غلطه، ما هم دنبال خطا میگردیم، خطا هم تو این فعل است. حتی اگه اینو متوجه نشی، وقتی جمله رو بخونی متوجه داستان میشی. نگاه کن، مگه نمیگه در کتابی خواندم؟ خب قرأت فی کتاب، تا اینجا که همه چی درسته. که اولین آیات را خداوند، خب که ترجمه انه، اولین آیات، اولا آیات. ببین متن عربی رو نگاه کن خدا وکیل. اولا آیات الله، آیات و الله اضافه شده، بعد میشه چی؟ اولین آیات خداوند نازل شد بر پیامبر. اینجوری باید ترجمه بشه، نه اینکه اولین آیات را خدا نازل کرد. آقا اگه این فعل نزل مال الله بود، مگه الله مذکر نیست؟ خب این وامونده مذکر میشد. پس جمله ما چیز دیگه ای داره میگه. خطاش در همین گزینه است و جواب میشه گزینه 4. میریم سراغ عین صحیح سوال 27. نگاه کن لطفاً. گزینه 1 فعلش بوده. میریم تو متن عربی. کانه رو میبینی، حواستو جمع کن. وقتی یک فعل بعدش میاد، خود کانه ترجمه نمیشه. کانه رو ترجمه فعل بعد تأثیر میذاره. کانه به علاوه مضارع چی میسازه؟ ماضی استمراری. پس این که بیاد لفظ بود بذاره غلطه، و اینجا بر اساس فعل ما اینو میذاریم کنار. میریم گزینه 2. فعلش که نشستیم و تماشا کردیم. نشستیم که جلسنا درسته، تماشا کردیم
خب شاهد نا، خب اینم میتونه درست باشه. اما بچه ها قبل از فعل رو نگاه کنید، من و خواهرانم، گزینه دو میگه انا و اخوتی. یه نکته بهت بگم خیلی به دردت میخوره، نگاه کن برو حالشو ببر اصلا با این نکته. آقا واژه اخ، واژه اخ به معنای برادر، واژه اخ به معنای برادر. حالا من اگه بخوام از این واژه مثنا بسازم اینجوری میشه اخوانه یا اخوینه، اخوانه یا اخوینه. خب الف و نون و یه و نون کسره دار نشانه های مثنا بودن. اما اگه بخوام جمع بسازم اینا جمع سالم ندارن بچه، جمعشون جمع مکسره. جمع مکسر واژه اخ میتونه اینجوری بیاد اخوت، میتونه اینجوری بیاد اخوان. نگاه کن چقدر جالبه این نکته، چقدر جالبه این نکته. آقا اخوت برخلاف این که تو تصور میکنی تیگر داره و مؤنثه، ولی یه واژه مذکره. از خودت میپرسی آقا چرا این که تیگر داره؟ ببین اشتباه نکن، تو پکیج به تو درس دادم ملاک برای تعیین جنسیت مفرد واژه است. شما وقتی مفرد اخوت رو تعیین میکنی مفردش میشه اخ. خب اخ هم مذکره، پس جمعش هم باید بگیری مذکر. پس اخوت یعنی برادران، اخوانم یعنی برادران. اما اخوانه یا اخوینه میشه چی؟ دو برادر. یا برادرانم ترجمه بشه غلط نیست. فقط نگاه، اخوان جمع مکسره ولی اخوان اسم مثناست. خیلی جالبه. پس این دوتا به معنای برادران جمعه، ولی دوتای بالا به معنای دو برادر، که البته دو برادر میتونه به صورت برادران هم ترجمه بشه. و الان شما متوجه میشی که طراح خواسته به شما کلک بزنه، اخوت رو آورده که شما بگی خواهرم، در حالی که خواهر نیست ترجمش. میریم سراغ گزینه 3، امکان دارد یمکنو. این فعله که درسته. فعل بعدی کمک بگیریم ان نستعین، مضارع منصوبه با حرف ناصبه ان که به صورت مضارع التزامی ترجمه میشه و کاملا درست. حالا موارد قبل از فعل یا بعد از فعل، این دوتا فعل که درست بودن، که از باکتری نورانی برای نورانی کردن شهرها. خب فعلاش که درست بودن، از باکتری نورانی برای نورانی کردن شهرها، همه چی درست. آقا میریم گزینه 4، اینم سعی رو خواسته بود دیگه، گزینه 3 رو میگیریم جواب. حالا گزینه 4 ببینیم خطاش چیه. فعل اول قول داده است، فعل دوم جبران کند. خب فعل اول که قول داده است قد آهده، میتونه فعل ماضی نقلی باشه چون قد اومده سر فعل ماضی، و اینجا هم که ماضی نقلی ترجمه شده و درست. خب نمیتونه بگیم این غلطه. اما فعل بعدی جبران کند، ضعف در درسهایش را جبران کند. خب جبران کند ان یو عوض، بچه های عزیزم یو عوض یک مضارع هست، نگاه کنید با او شروع شد، دومین حرف اصلی ا داره. یعنی چی؟ یعنی فعل مجهوله اما جبران کند، میگه درسهایش را جبران کند، مفعول داره یعنی فعل معلومه. آقا فعل مجهول فاعل و معلوم، فاعل و مفعول نداره. وقتی این واژه مفعول داره میگه درسهایش را جبران کند، یعنی معلومه، در حالی که فعل جمله عربی مجهوله. پس این که میگم اول فعل رو بررسی کن، دلیل این الان با فعل راحت تو این گزینه رو میذاری کنار، بنابراین پاسخ گزینه 3 هست. میریم سوال فارسی و عربی. عده ای از بچه ها بی خود و بی جهت از این سواله میترسن. آقا هیچی عوض نشده، شما کار به متن صورت سوال نداشته باش، برو اختلاف گزینه ها رو پیدا کن. اولین اختلافی که میبینم، یک میگه للغراب صوت، دو همینو میگه، سه همینو میگه، اما چهار میگه چی؟ صوت الغراب. آقا صوت الغراب یعنی چی؟ یعنی صدای کلاغ. آیا تو متن فارسی صدای کلاغ داریم؟ خب 100% خیر، بنابراین گزینه 4 رو شما بذار کنار. اختلاف بعدی، دوتا میگن کل حیوانن، یکی میگه کل حیوانات، متن فارسی میگه چی؟ هر حیوانی، پس سه هم بذار کنار.
بین یک و دو، یکی میگه مناطق فیها خطر، یکی میگه مناطق الخطر. متن فارسی چی میگه؟ مناطق خطر. اینم بذار کنار، یک میشه جواب. آخه از این ساده تر میخوای؟ خب طبق قولی که به شما داده بودم، فعلا ما کار به سوالات درک مطلب نداریم بچه‌ها، یعنی سوالاتی که مستقیما مال خود متنن. خب سوالات درک مطلب که 3 تا سوال الان تو آزمونه 20 سواله به شما میدن، ما کار به سوالات درک مطلب نداریم، چون به زودی یه کارگاه درک مطلب فوق استثنایی براتون برگزار خواهم کرد، فیلمش ضبط میشه، در اختیارتون قرار میگیره که همتون بتونید از این کارگاه استفاده بکنید. بریم سراغ سوال شماره 36. بچه از اینجا به بعد سوالات من به هم ریختن، خب یعنی شماره شون به هم ریخته است. الان سوال 36 ممکنه بعدی بشه 35، ممکنه بعدی بشه 32، اینجوریه. خب شما رو در واقع جزوتون رو اون دفترچه‌ای که دارید فقط شماره سوالا رو توجه کنید. من همه این سوالا رو کار میکنم، فقط به هم ریخته است سوالات من. سوال اینه، گفته شده عین عمال موصوفن و مضافن معن، یعنی واژه عمال تو کدوم جمله هم موصوف هم مضافه، یعنی کجا این واژه همزمان صفت داره مضاف الیه هم داره. آقا یکو نگاه کن، واژه عمال که تابلو به قریه اضافه شده این مضاف الیهشه، خودش مضاف. بعد یه دونه المجدون هم اومده که صفته برای واژه عمال. چرا صفته؟ به این دلیل، نگاه کن، من به تو گفتم دو تا واژه‌ای که میشن موصوف و صفت بعد به لحاظ جامع مطابقت کنن. خب بریم این جامع رو بررسی کنیم رو این دو تا واژه. جیم برای جنسیت دو تا مذکرن، عمال و مجدون جفتشون مذکرن. الف برای اعرابه، اعراب یعنی حرکت پایانی. آقا عمال مگه مبتدا نیست؟ چون اسم ابتدای جمله طبیعتا مبتداست. ببین همزمان هم مبتداست، هم مضافه هم موصوفه. چون مضاف بودن نقش نیست، موصوف بودن هم نقش نیست، پس اگه گفتن نقشش چیه میگی مبتدا، مبتدا هم بعد او بگیره. تو جمع مذکر سالم نمیان حرکت پایانی رو تغییر بدن، همین که با اونم یاد یعنی او داره، همین که با اینه بیاد یعنی ا یا ا داره، الان با اونه اومده یعنی او داره. اینا رو به تو آموزش دادم تو اون پکیج جامع. پس الان اعرابشون هم برقراره. میم برای معرفه نکره بودن بود. آقا عمال اضافه شده به قریه. قبلا گفته بودم اگه مضاف الیه معرفه باشه، مضاف هم بدون تردید معرفه است. الان مضاف الیهش مگه معرفه نیست؟ پس مضاف هم معرفه است. اینو معرفه رو میگفتن معرفه به اضافه. واژه مجدون هم که ال داره، خب اینم معرفه است، یعنی جفتشون معرفه ان. و عینم برای عدد عمال جمعه، جمع واژه عامل، جمع مکسره، معنای کارگران. خب مجدون هم جمعه، وقتی به لحاظ جامع مطابقت میکنن پس 100% موصوف و صفتن، یعنی الان عمال هم موصوفه هم مضافه و هم مبتداست و 100% پاسخ همین گزینه است. و تو ترجمه اینجوری میگی کارگران کوشای روستا. بچه‌های عزیزم اگه اسمی همزمان صفت و مضاف الیه داره، تو ترجمه فارسی اول صفت میاد بعد مضاف الیه، ولی تو متن عربی اول مضاف الیه بعد صفت. حالا همینو تو گزینه دو نگاه کن، مجدون بدون ال اومده، یعنی چی؟ یعنی این واژه نکره هست، ولی عمال اضافه شده به قریه، قریه اضافه شده به نا. آقا نای ضمیر زمایر همه معرفن. به شما گفته بودم مضاف الیه معرفه باشه، مضاف هم معرفه است، پس الان قریه باز معرفه است. عمال هم که اضافه شد به قریه پس اینم معرفه است. خب وقتی این معرفه است مجدون نکره، پس نمیتونن موصوف و صفت باشن. پس مسلمه که گزینه دو رده، گزینه سه هم که تابلو رده، گزینه چهار هم تابلو رده، چون فقط صفت داره. و تو گزینه یکی که هم موصوف هم مضاف. میریم سوال 38. گفته تو کدوم یکی مفعول نیست؟ بچه مفعول با مفعول به یکی هن. گزینه یک رو نگاه کن لطفاً. اینی اعلمو. من به شما چی گفته بودم بچه های عزیزم؟ به شما گفته بودم هر فعلی غیر از صیغه سوم شخص مفرد، یعنی صیغه های هو و هی، فاعل تو خودشه. یعنی الان من اینجا میگم چی؟ فعل و مع فاعله.
فاعل تو خودشه. فعل و فاعل که تعیین بشه، اسمی که بعدش میاد و نقش نداره بدون تردید مفعوله. پس این مفعول داره. اما دومی، آقا ماضی با او شروع بشه، ماضی با او شروع بشه یعنی قطعا مجهوله، هیچ فعل مجهولی فاعل و مفعول نداره. فعل بعدی هم که استمعو، بعدش یه جار و مجرور اومده فقط، مفعولی در کار نیست. پس اینجا ما مفعول نداریم، همین گزینه هم جوابه. گزینه سه، ضمیر به فعل بچسبه، قطعا مفعوله. و گزینه چهار، آقا یغتب فعل من بعض، طبیعتا فاعل کم ضمیر به اسم بچسبه مضاف الی، بعضا مفعول. همه اینا مفعول دارن به جز گزینه دو. خطا در اسلوب عبارت. بچه‌های عزیزم وقتی سوال اینجوری میاد چه چیزهایی باید بررسی بشه؟ مهمترین نکاتی که باید بررسی بشه قواعد جمله فعلیه و اسمیه است. وقتی میگه خطا در اسلوب عبارت، نگاه کن. گزینه یک، مگی یجادل فعل من نیست، معلم فاعل، تلمیز مفعول. خب الان اگه این یجادل به صورت مجهول نوشته میشد غلط بود، چون فاعل و مفعول داره، فعل من باید معلوم باشه. یعنی منظورش همچین چیزایی هست. این که درسته. میریم گزینه دو، یغلق فعل مجهوله. خب این نباید فاعل و مفعول داشته باشه. الان بعدیش واژه‌ای که اومده بهش میگن نائب فاعل، جانشین فاعل. نگاه کن، میگیم بسته میشه تنگه، خب با صدی عظیم، حالا توسط کی؟ خدا میدونه. خود تنگه که نمیدونه کننده ی کار باشه، پس میگیم این جانشین فاعله، نائب فاعله. اما گزینه سه رو نگاه کن، جالبه. قبیلتان اومده، اموالم اومده، پس این میشه فاعل، این میشه مفعول. پس فعل من یه فعل معلوم باید باشه، نه مجهول. خب یعنی باید اینجوری ترجمه بشه، به تاراج بردند دو قبیله اموال فقرا را. آیا میتونم ترجمه کنم به تاراج برده شدن دو قبیله اموال فقرا را؟ 100% خیر. پس چون فاعل و مفعول داره، فعل نمیتونه مجهول نوشته بشه و جواب همینه. سوال 35 سوال معناست. میبینید بچه شماره های اینا به هم ریخته است. خب شماره های اینا به هم ریخته است. نگاه کن، بر اساس معنا گفته آقا خوب نیست که استفاده بکنند. ببخشید، لیس من جید، خوب نیست دیگه چون لیس رو داره. بله، خوب نیست که استفاده بکنند دو شخص با هم بجز. اولی میگه از خمیردندان، دومی میگه از مسواک، سومی حوله، و چهارمی لباس. آقا میگه کدومش خوب نیست؟ ببخشید یه الا گذاشته، اینجوری داره میگه، میگه آقا خوب نیست که استفاده بکنن دو شخص با هم بجز. یعنی مواردی که اینجا برای شما ذکر کرده، سه تاش خوب نیست که دو نفر همزمان ازش استفاده بکنن بجز یکیشون، که اون چیه؟ طبیعتاً خمیر دندون. خب خمیر دندون دو نفر هم میتونن استفاده بکنن، اما بچه ها مسواک یا مثلا حوله یا لباس خوب نیست که دو نفر همزمان ازش استفاده بکنن. سوال معناستی که مستقیم معنای لغت. اما بریم تحلیل صرفی که شما رو هوا باید جواب بدین. آقا نگاه کن، نگاه کن لطفا. تو سوال تحلیل صرفی بهت گفته بودم اختلاف گزینه ها رو پیدا کن. مثلا یک میگه غایب، دو میگه غایبین. این اختلافه میتونه سمت چپ باشه، میتونه سمت راست باشه. منظور از سمت چپ و راست چیه؟ بچه یه فاصله که میذارن، دارید میبینید، یه سمت راست داره یه سمت چپ داره. آقا تو اختلاف پیدا کن، حالا هر کجا تو حالا اختلاف رو دیدی، للغایب یا للغایبین. بچه للغایبین یعنی جمع غایبا، اما للغایب یعنی مفرد غایبا، فعل جمعه. با خیال راحت گزینه یکو میذاری کنار، میریم سراغ اختلاف بعدی. اختلاف بعدی یکی میگه حرف زائد فقط، یکی میگه حرفان زائدان. یعنی یکی میگه دوتا حرف زائد داره این فعل، یکی میگه نه یه حرف زائد داره. ببینید، نگاه کنید بچه ها، یدافع بر وزن یفاعل،
یک فعل مزیده و مربوط به کدوم بابه؟ مربوط به باب مفاعلت. یادتون نره شما تعداد حروف زائد در هر باب رو میخواین به دست بیارین، نگاه کنید به صیغه ماضی اون باب. صیغه ماضی چیه؟ فاعله. فاعله هر چی غیر از فعل دیدی میشه حروف زائدش. غیر از فعل ما فقط و فقط هم اون در واقع الف رو داریم میبینیم، پس میگیم یک حرف زائده. پس این که گزینه دو میگه دو حرف غلطه، گزینه سه هم که حالا دو تا حرف رو گرفته زائد غلطه، یه و الف رو گرفته در حالی که فقط الفه. و گزینه چهار میشه جواب این تست به همین سادگی. میریم سوال 33. بچه های عزیزم دوباره بگردید دنبال اختلاف. گزینه یک میگه مجرور به حرف جر، دو میگه مبتدا، سه مجرور به حرف جر، چهار مبتدا. متنش اگه نگاه کنید گفته ف اختیار. آقا ف کی گفته حرف جره؟ بنابراین این که میگن جار و مجرور بذارید کنار، یعنی گزینه یک میره کنار، گزینه سه هم میره کنار. حالا این واژه مفرده یا جمع؟ اختیار تابلوی که مفرده، به هیچ عنوان جمع نیست. اگه جمع بود که ما نمیگفتیم اختیارات. بنابراین گزینه دو جواب این تسته. سوال 40، عین مالای صفی نون وقایع. آقا تو کدوم نون وقایع نیست؟ نگاه کنید. اولی عینی وقتی رو نون تشدید گذاشته یعنی دو تا نون. یه نون مال حروف اصلی فعله، یه نون نون وقایع است. نون وقایع چی بود؟ نونی که در واقع تو این حد فاصل می اومد. نگاه کن. ما اگه داشته باشیم لیتا یا داشته باشیم لعلا، ضمیر یه بخواد متصل بشه به این دوتا، بینشون نون میذارن میگن نون وقایع. مکان بعدی اینجاست. من یه فعل دارم، ضمیر یه به عنوان مفعول بخواد بچسبه به فعل، بینشون یه نون میاد، اونم میگن نون وقایع. گزینه یک اینجوریه دیگه، اعنی. خب یعنی بوده چی؟ اعننی. خب که ضمیر یه به عنوان مفعول چسبیده به این فعل. و اینجوریه دیگه، یاری کن مرا در خرید کیف مدرسه ای. میبینی که ترجمه‌ش هم به صورت مفعولیه. یا مثلا بعدی گزینه دو. گزینه دو قسمت اولش که ما نون وقایعی نداریم، اما قسمت دومش اعتینی. بچه ها ببخشید، اعتینی. ما یه دونه نون داریم بین فعلمون و اون ضمیر یه. اعتینی در واقع اعتا فعل منه، خب بعد ضمیر یه به عنوان مفعول میچسبه به فعلمون و بینشون نون میاد که این میشه نون وقایه. گزینه سه هم که احمنی، نون باز اومد بین فعل و یه. اما گزینه چهار رو نگاه کنید بچه ها، تمنا، نون جزء ساختمان اصلی فعله، یعنی سه تا حرف اصلیش منعیه میشه. این تمنیه بوده بر وزن تفعله، فعل مزید مال باب تفعل. تمنا یعنی آرزو کردن. نون از حروف اصلی فعل بچه ها. اصلا ما ضمیریه ای نداریم که به عنوان مفعول به این فعل چسبیده باشه. بنابراین گزینه چهار جواب این تسته. سوال 37 در مورد اعداد عملیات حسابی خواسته. آقا جمع و تفریق، تقسیم، ضرب، اینا رو به عربی نوشته، شما برگردون به ریاضی. تس اون که همه میدونن یعنی 90، زائد هم همه میدونن یعنی به اضافه، ثلث 90 یعنی یک سوم 90 طبیعتاً میشه 30. این داره میگه مساوی با 60 در حالی که مساوی با 120. این که غلطه. دومی سمانون یعنی 80، ناقص یعنی منها، خمسش یعنی 16 مساوی با 64 که کاملا درسته، جواب هم همینه. سومی خمسون یعنی 50، زائد یعنی به اضافه، نصفش یعنی 25، خب میشه 75، اما این داره میگه 25، خب اینم غلطه. چهارمی اربعت و سمانون یعنی 84، ناقص یعنی منها، ربعش، ربع 84 چقدر میشه؟ یعنی یک چهارمش میشه چی؟ 21، مساویه با این گفته چند؟ 36، که طبیعتاً 84 منهای 21 36 نمیشه و جواب همون گزینه 2 هست. همه اینا رو جامعانه براتون تو بحث اعداد کار کردم.
اما سوال 34 خطا در ضبط حرکات حروف. بچه های عزیزم، من در پکیج جامع زیر صفر تا استادی مفصل ضبط حرکات کلمات رو خدمت شما تدریس کردم. اما در کنار همه نکاتی که گفته بودم، گفتم شما هر زمان میخواین تست ضبط حرکات کلمات جواب بدین، دو چیز در اولویت هستند و اون دو چیز اینان: یکی اسامی مشتق، یکی افعال و مصادر مضید. 90% با همینا به جواب میرسید. نگاه کنید، اسامی مشتق منظور چیان؟ اسم فاعل، اسم مفعول، تفصیل، مبالغه، مکان و فعلهای مضید. این نکات رو رعایت کنید که در تمام بابها دومین حرف اصلی در صیغه های ماضی فتحه داره، مضارع و امر کسره داره، به جز دو تا باب تفعل و تفاعل که ماضی، مضارع و امرشون دومین حرف اصلی فتحه داره. و شما تو این در واقع فعل ها و مصادر مضید فقط حرکت دومین حرف اصلی براتون مهم باشه. گزینه یک، اسم مشتق نمیبینم اما مصدر مضید میبینم، مساعدت، مفاعلت، کاملا درسته، خطای صورت نگرفته. دیگه نمیخواد ما بقیه واژگان رو بررسی کنیم. برو گزینه دو. گزینه دو فعل مضید دارم، یکی شاهدت، یکی تحملت ها. ببین چون درستش اینه، تحملت ها، میبینین چی گذاشته؟ تحملت ها. خب تحملت ها، بچه های عزیزم نگاه کنید، من یه نکته ای به شما گفتم، گفتم در تمام بابها صیغه های ماضی دومین حرف اصلیشون همیشه فتحه داره. خب مضارع و امرشون همیشه کسره داره، به جز دو تا باب تفعل و تفاعل، دومین حرف اصلی در ماضی، مضارع و امر همیشه فتحه داره. که الان داری میبینی فعل باب مفاعلت ماضیش دومین حرف اصلی فتحه داره، کاملا درسته. اما فعل باب تفعل هم داری میبینی که دومین حرف اصلی رو کسره گذاشتن و این غلطه. آقا جواب همینه، یه دونه خطا پیدا کردی در سوال ضبط حرکات، همونو بگیر جواب، تموم شد و رفت. میریم سراغ سوال بعدی که فکر میکنم تموم شد. بله تموم شد. خب بچه های عزیزم، امیدوارم نهایت استفاده رو از این تحلیل آزمون هم برده باشید مثل تحلیل های گذشته. دوباره با هم تحلیل کردیم، همه این نکات رو گفتیم، انشالله که برای شما مفید و مؤثر واقع بشه. اگه تا الان پیج جامع زیر صفر استادی رو تحلیل نکردی، هنوز هم دیر نشد. چرا؟ چون من در پکیج جامع زیر صفر استادی طی 20 جلسه 1.5 ساعته 0 تا 100 دهم 11 12 و کامل برات تدریس کردم، 1500 تست رو برات حل کردم. در کنار همه اینها یک جمع‌بندی هم تو این پکیج قرار دادم تا نزدیک به طور سراسری ازش استفاده بکنی و حالشو. علاوه بر این 3 تا کتاب تو این پکیج در اختیار شما قرار میگیره. یک کتاب درسنامه منطبق بر تدریس منه، یعنی آنچه که من تو این فیلم های آموزشی تدریس میکنم تو اون درسنامه برات نوشتم و تو مجبور نیستی هی فیلمو نگه داری بنویسی و ادامه، نه نیاز به این داستان. یک کتاب، کتاب تست، که هر جلسه من به تمرین میدم شما از اون کتاب تست تستا رو کار میکنی، و یک کتاب واژه‌نامه هست که واژگان از اون کتاب. توصیه میکنم حتما پکیج جامعه زیر صفر استادی رو تهیه کن. هر هفته فقط دو جلسه، ببین دو تا جلسه 1.5 ساعت، دو ماه تموم. بعد از دو ماه ببین چه معجزه ای میشی در درس عربی. و تازه ما تا کنکور سراسری هر هفته آزمون های شما رو تحلیل میکنیم، در خدمت شما 24 ساعته هستیم، شما سوالاتت رو می‌پرسید. امکان نداره با این برنامه‌ای که من براتون در نظر گرفتم عربی رو بالای 90 نزنی. امکان نداره اینو اجرا بکنی و بالای 90 نباشی. حتما این پکیج. خوشحال بودم در خدمتتون بودم و مرسی از اینکه وقت گذاشتید و این تحلیل. تا جلسه بعد،
و یه تحلیلی دیگه. خدا نگهدار شما. مراقب باشید. خود و دیگران.